آقای قیصری، بهتر شدی؟ آقای قیصری، در ببندید. بابا رو حرف من حرف نزن عزیزم، من هر چی میگم بگو چشم. شما رو این خونه ضرر نمیکنی نوکرتم. بریم بابا. چه داری شک میکنی؟ بابا تو الان بیا برو سند رو بزن به نام، من همونجا درجا دو برابر قیمت میخرم اینا، این فرش جلوش تمام فضایش سبز بشه نوک از اون بالا تا اون آخر. بریم اونگا. موبایلت زنگ میخوره جواب نمیدی؟ چرا ببخش. الو سمن جو سلام، چطوری؟ اداره ای؟ آره تو ادارم. ببین این پول چی شد زیرو جان، ریختی به حساب؟ بابا من الان به جون تو 2 ساعت جلو این بانک وایستادم منتظرم یارو پول بیاره، نیومده. بانک همینقدر شلوغ، جمعیت رو هم ریخته عین خرما. ببین یه اتفاقی افتاده که من باید تا ساعت 4 نامه تصویه حساب برسونم اداره، وگرنه با من میپره زیرو جان. چه اتفاقی؟ داستان شولانیه، گوش کن بعدم بهت میگم. میخوام آدرس یارو چیز شعبه بده، من بیام اونجا با رئیس صحبت کنم، شاید کارمو زودتر انجام بده. من باید نامه رو سریع برسونم به حسابداری سیروز. چش یاداش کن سمت جو، بنویس. باش یه دقیقه گوشی. الو سیروز جان. بنویس. آره الو سمت، من باتری موبایلم داره تموم شد. سمت الو سیروز. الو تموم شد با اجازه. خب دوست عزیز چیکار کنیم؟ بریم اونجا؟ نمیدونم بابا، شک نکن. چرا این ور اون ور داری نگاه میکنی بابا؟ این خونه عروسک هلو برو تو گلو، خوش ساخت دوبر نصف قیمت. بریم اونجا. مطمئن نیستم، نه اینکه زیرش هم مغازه است، برو بیاش زیاده. نوکرتم بالای مغازه است، بالای مدرسه نیست که تو ساعت تفریح سر صدای بچه‌ها داشته باشی. که الان آپارتمان بالای مغازه تو بورس تو دنیا، رو 10 تا مشتری من دارم نوکرتم. چی داری میگی تو؟ این هم مال یه دکتری بوده، صبح ساعت 4 میرفته مطب، ساعت 10 شب هم برمیاد، اصلا خالی بوده اینجا. آک ببینی بزن، ببینی نوکرت رو خونه شک نکن. خیلی چاکری. چی شده قیصری جون، کجا میری؟ خانم اسدی، من یه کاری برام پیش اومده، میرم برمیگردم. مواظب پرونده ام باش، این روزا دستای مرددار زیاده. سرتون ور کنیم میبرم. چش خیالتون. آقا. قیصری. من گیرم، گرفتارم. دستور بده کار من را بندازن. راه دوری نمیره. عزیز من که باید پدر پشتگی ندارم. من اینجام که کار مردم را بندازم. تا هم نگه پرونده چجوری به دست رسید، پرونده همجور راکت میدونه. من که گفتم خودم برداشتم. آره گفتی، اما دروغ گفتی. گزارشش رو رد کردن. وقت چون ماشینو بده. خیلی باشه، زود میری امروز. عجله دارم، میرم برمیگردم. ماشینو جابجا کردی؟ آره، همین رو برو گذاشم ماشین. راست در کار، بس یه حالا میده روشن میشه. بودو. یاد بیداد. آقا لازم نیست، من میرم اول میام. لازم نیست. فقط هول نشی. جناب آقای قیصر، شما بذار دنده‌دار من هول میدم. آقا بذار دنده‌دار. دنده دوه، حال بده دیگه، الکی حال میدی؟ آقا شهرونده، پنچری. بیا آقا نگاه کن، متاسفانه پنچره. یعنی چی پنچره؟ خفه بشی تو مرد، مجیدی بیا ببینم، چچل. آقا لازم نیست، شما بفرما استراحت کن، من عوض میکنم، بفرما شما. لازم نکرده، خودم بلدم پنچری بگیرم. تو هم نمیتونی با خود چیری نظر من عوض کنی، همیشه نون بازو تو بخور. جونم چی شد؟ این که دوباره پنچره؟ ای داده بیداد، میگم وقتی داشتم جا به جاش میکردم، هی میافتاد تو چاله. آره همین خانم هست. حالا من چه خاکی بر سرم بریزم؟ بابا زابخواست من پنچره، دیرم شده. ببینم عزیزم تو ماشین داری؟ نه ندارم، ولی تو آخر برج میخرم، در خدمتتون هستم. حتما بخره. ببینم اینجا پک موتوری نداره؟ پک موتوری شمارهش رو دیوار هستش. یه دقیقه اینجا. زیگنی دینی ان خوای.
بی چنگ هوای یا این دی کنچی علای کندی؟ او جی جنگ جو این نیر او برو بی جا جو خیلی نیر اینجا رو نگاه کن جند و کسافت اینجا رو برداشته اون شکلی حداقل اینجا یه دستی به سر پوش اینجا بکش دیگه اون شکلی او برو خوندی؟ اگه مرض داری؟ بسی چی اینا رو بریزه رو زمین؟ زینجیان زینجیان اوی قاس کشمی او کمان جون سهمت چقدر تو این شرکت؟ سهمت و وسایلت و هر چی که داری به سلامت چه حرفی میزنی رفیق؟ من و تو نداریم چرا؟ اتفاقا از الان به بعد داریم یعنی دیگه شراکت من و تو تموم شد فینیش گوتاردی وسایلت و هره به سلامت یعنی چی؟ دوباره زده به سرت؟ عزیز من نمیخوام بخاطر همچین شرکت کوفتی خانواده و دست بدم بدبختش میکنم فهمیدی؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ ربطش اینه که بابای جناب علی برداشته دیشب یخچال خواهر منو که برای جهازش بوده داده دست این طلبکار پژمان به ما هم هیچی نگفته جدی داری میگی؟ به جون فریبرز من رو هم خبردار نبود الان که روحت خبردار شد وسایل تو جمع کن برو ببین نگاه به قیافه مهندسی هم نکنم میزنم رتو پارت میکنم خیلی خوب دیگه حالا میرم پسش میگیرم بازم نکرده ما خودمون پس گرفتیم یا میری الان یا میزنم اتا همین؟ باشه خیلی خوب میرم ولی اگه رفتم تنهای جنسان فروختم از دست من ناراحت نشی یا تا بیا با این جنسا رو بفروش خودم تنهایی وسط هورا میکشم فهمیدی پس بهتر از همین الان هورا بکشی چون مشتریشو پیدا کردم اون زنه که توی فروشگاه کار میکرد بله زنگ زد بهم گفت اگه تخفیف خوب بهم بدین همه جنساتونو خریدارم راست میگی بله پس همین اومده بودم اینجا رو ترتمیز کنم ولی خب متاسفانه فایده ای نداره دیگه خانم من چی هستی فایده ای نداره خودم میارم جنسا میبرم پیشش شما برو اون چی تو بغل کن چی داری میگی چی جن میکنی بابا ببین بچه ننه چون سر میاد دیش قبات بر میخوره شوخی کردم بابا با دل من اینا رو میدم همه شوخی باد کردیم چی چی تریپ بر میداری مگه نگفتی برو آره شوخی کردم دیدی رفیق نیستی اصلا به در این شرکت نمیخوریم با یه بروی من میخواستی بری اینا رو جمع کن تا مشتری بیاد میفرم چقدر با تلفن حرف میزنی آخه اینم شد کار بابا دو ساعت پشت خطه بری برس خان بهت بگم ها این دفعه قبض تلفن اومد خودت باید پرداخت کنی بابای بیچارت گناه نکردی این همه خرج وراجی تو کنه که روابط عمومی مادر من شرط اول بیزنسه نه وراجی افتاد خیلی خوب آقای بیزینس یه کمی هم به فکر بابات باش بعد جوری عصبانی بودا چی شده مگه؟ نمیدونم باز این سیروس خیر ندیده چه کار کرده که بابات صورتش شده بود عین او لبو بعد چشماش یه کاسه خون فشارش رفته بود بالا دست و پاشم همین جوری میلرزید همه اینا رو شما پشت تلفن فهمیدین آره؟ تو نمیفهمی من با بابات تلپاتی دارم همه اینا رو از صداش فهمیدم بیا برو دیگه کجا برم آخه میگی برو الان کجا برم برو یه سر بنگاه سیروس ببین واریز کرده پولو یا نه بابات میگفت تو بانک داشته باش حرف میزده شارژ موبایلش تموم شده تلفن قطع شده خبر نداره مادرم من خودم مشتری دارم الان کارم مهم دخی جالت بکش بابای بیچاره صبح تا شب داره جون میکنه تا خرج عروسی خواهرتو جور کنه و تو حرف از مشتری میزنی ده بیا برو تا سیروس چلغوز بیچاره رو نکرد سلام چه اینجاست؟ من نمیدونم بخوام به باباش دری بری بگی به بی تربیت خوب هستی کیوان جان ببخشید تو رو خود به دل نگیری من نمیدونستم شما اینجایی نه اونجوری نیست میدونم باباش چه بزدهیه راحت باش آره بابا بله من شرمندم واقعا البته شما خیالتون راحت باشه من الان میرم در بنگاه پیگیری میکنم ببینم بابام کجاست خیالتون راحت شما باشه پس بجنبین چون آقا صمد میگه فقط همین امروز و وقت داره چشم پس کیوان سکو من رقم باد بیا برم مادر برو فقط مشتری اومد چای شربت میبندی به خیکش تا بیام ها خیلی من خودم این خونه رو دیدم قرص و محکمه از این بساز بندازی ها نیست صاحبشم آدم مؤمنیه خدا ترسه قیمتش هم با شما کنار میان اینا که همه بنگاهی ها میگن آقا شاید اما من دروغ نمیگم راستش میگم حتی به ضررم باشه شک تردید نکنید این خونه انگ شماست اگر اهل خریدی میگم این مشکلی داره که انقدر ازش تعریف میکنن یه روده راست چی کمه اینا نیست من دارم میشنوم آقا چیزی نگفتم آقا سلام دایی جان سلام دایی بابا کجاست بابا تو ندیدم ولی صبح رفته بانک از اون برم یه مشتری برداشته برده سر ساختمان چی شده بگه
هیچی موبایلش خاموش کرده واسه اومدن در به در دنبالش میگرده. حدس نمیزنی خونه باشه؟ اونجا رو ببین. نمیدونم حالا دست در نکنه. بذار ببینم. یه خونه ای گفتی 3 تا کوچه پایین تر از اینجا. عرض کردم اون کلنگیه به درد شما نمیخوره. حالا میشه بریم ببینیمش؟ ای بابا. اشاره‌اش رو میگیری یعنی الان گوشی رو روشن میکنه؟ باره بهتری بلدی بگو من همون کارو میکنم. بابا اومد بابا. سلام. چی شد اومده؟ نه بابا طرف پیچی. نه بابا چی پیچی؟ بابا من خود نگفته رفته به مشتری خونه نشونده. الان کوچه نیومده پس. نه بابا دایی گفت اول رفته بانک بعد رفته به مشتری خونه نشونده. نکنه اتفاقی براش افتاده. بهتره بریم در این بانک. بلدی من کش کجاست؟ بعد چجوری من ضامن اون فرضی شده بودم. رفتم این بانک دیگه بیا ما چنگت. پیاده بشو. سلام چطوری؟ عبور پلیسی بذار برای بعد. من دیرم شده یه دقیقه باره برسون در این بانک. بدو. آره دیرم شده. نوبت من نی. بابا جا من 2 ساعت بیشتر وقت ندارم. نوبت بلش کن. روشن کن بریم. آقا من یه چند لحظه با آساعت میرم تا اینجا برمیگرم. چنگیز بابا بجم دیگه. کجا شال و کلا کردی داری میری؟ خب حالا شد آقا سیروس پولو بریزه بعدن. نه دیر میشه بابات گفت همین امروز فقط وقت داره. حالا چرا فقط امروز فردا ببره؟ خب من چه میدونم حتما یه قانونی رو گذاشتن بعد دیدن بعد پشیمون شدم فردا میخوام برش دارم. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم اول میرم یه سری به هما بذارم هرچی باشه اون شوهرش بیشتر خبر بیارم. میخوای من باید بیای؟ میخوام برم خبر بگیرم نمیخوام برم لشکرکشی کنم که تو برو سر درس و مشقت. تو هم به قضا سر بزن نست. باشه خیالت راحت. یه با این شوهر کردن چطوری واسه همه ما درد سر درست کردی؟ بده میخوام یه کار بکنم راه واسه تو باز شه. آقا جو میخوام عباد بیام؟ نه باید تو ماشین بشیرید من بیام. برو من پشت عباد تو دارم. بریموس قضیه چیه؟ بابا چرا اینقدر به هم ریخته است؟ چرا نباشه تقصیر بابا این 16 است دیگه با این کارش همه را علاخون و علاخون کرده. هزار رفته گفتم بابا صابخونه رفیق نمیشه نرفته گوی چشینم چوبش. بریموس جان ببین داداش من بابای من داره بده یه بانکو میده به خاطر مرام و معرفت و نه وظیفه ای نداره که بعدشم آقا صمد ضامن فرزین شده خودشم باید جورشو بکشه. عزیزم بابا یه کلمه حرف نمیزد حرف زده بعد با حرفش وایس دیگه مردمو نمیتونه با حرفش بچرخونه که. ببین فری برز من الان هیچی نمیگم فقط به احترام. به احترام چی؟ به احترام شراکتمون. آقا شراکت نری بابا الان چی بخوام بگم؟ چی؟ آقا این کارا چی زشته بابا. آقا دقیقا چی؟ بگو چرا کردی؟ بچه بازی چی داری؟ بچه بازی یه جوری سوال میکنه که ما بهم بده کاری. بابا مردم دارن نگاه میکنن. خب نگاه کن آقا یه جوری سوال میکنه. مال. آقا جو چی شو؟ ریخته بود؟ چی بابا بازم رکب خوردن. سیروس بی وجدان پول که نریخته هیچ. اصلا پاشو تو این بانک نذاشت. امکان نداره آقا صمد فهم فکر کنم اشتباهی شده. اشتباه من کردم که به با اون بابای بی وجدان بی معرفت اعتماد کردم. حالا کارش به جایی رسیده منو دور میزنه. نه آقا صمد من مطمئنم یه مشکلی براش آقا وگرنه بابای من همچی آدمی نیست. بابای با... تو اصلا آدم نیست. میدونی با این کار چه بلایی سر من آورد؟ بگو بابا کجا؟ آقا صمد بابا کجا؟ آقا صمد بابا کجاست؟ بابا کجاست؟ بابا این بدبخت چه گناهی کرده؟ بابا مسخ تکونه ببینه خوبه. کیوان جان ببخش نوکرت آقا سلام معذرت میخوام دست خودم نیست اعصاب من ریخته است نوکر معذرت آقا جو برش کن بابا این آبی گرم نمیشه حرکت دیشبش یاد دفته بعد یه فکر دیگه بکنی چنگی جان یه دقیقه بیا این داری 7 تومن بهم بدی 7 تومن آره داره دست درده نه 7 میلیون پول 2 روزه بهم بده با ما گرفتم بهت پس میدم به جون چنگیز مرد حسابی آدم بازنشسته پولش کجا بود من خیلی بتونم خودمو بتکونم 300 400 تومونم باید وایس سر برج حقوقمو بگیرم بهت بدم دست درد نکنی یه وقت تعارف نکنی خیلی لازم نشه بهت بدم بگو یه لطفی بکن ببین ما الان یه مشتری دیگه واسه جنسامون داریم آقا جهنمو ضرر ما زیر قیمت میدیم این پولو وامو شما رو جور بکنیم آره آقا صمد دقیقاً آخه وام شما مهمتره نه بابا جان خیلی ممنون احتیاج به این کارا نیست من اونقدر وقت ندارم بابا آه، سمد یادم افتاد بشین بریم کجا؟
من نمیخواد کارت راه بیفته. خب معلومه که میخواد راه بیفته. خب پس چرا معطلی بشیم بریم دیگه؟ من یه نفر میسوزم خیلی جوابه. کار تو راه میندازه. یه نفر کیه؟ ببین یه آدم خیره، کار خیلی رو راه انداخته. کار تو هم راه میندازه. فقط دعا کن خونه باشه. خب پس چرا معطلی راه بیفته؟ بریم دیگه. بریم. بریم. بابا اینجا اینجا. بابا یه دیگه وقت ببین ولی اصلا نگران نباشا سیروز اگه قولی که ایوا چیزشو یادم رفت ببین اگه گفته واریز میکنه میکنه دست درد نکن من خیالت راحت باشه حرفی که بزنه 100% رو قولشه اصلا نگران نباش گندم جون ولی خب تو هم زیاد مطمئن نباش این آقا سیروز اونجورام نیست که تو فکر میکنی چطور مگه اتفاقی افتاده؟ چی بگم والا؟ خب بگو دیگه این صمد گفته بود که به عشقی چی نگم ها اما خب دلم طاقت نمیاره خب زنیشی باید بدونی شوهرت چی کار میکنه زن گرفته؟ نه بابا خب پس چی؟ دیشب یخچال فریبا رو به جای بدهی داد به طلبکاره باورت میشه؟ سیروز چی کار کرد؟ چیز یخچال چی؟ نگران نباش چون یخچالو پس آورد طلبکاره. باشه بیا. کجا؟ بونگا. من باید این آقا سیروسو پیدا کنم. خیلی چیزا رو باید برام توضیح بده. آقا سمن فکر کنم همین جاست فکر کنی؟ آره بله سلام روزتون بخیر من چنگیزم پسرعمه منوچهر آقا پرویز هستش؟ بله بفرمایید تو عجب شانسی داری هستش چنگیز جون مدیون اترام دست در بکنی بیاد بچه جاد راحته؟ نه آقا جون من گفت جاد راحته گفتم نه خوب گفتی بذارم آفرین چای خور که نیستی؟ دست شما در نکنه صرف شده بله آقا چشم آقا شما و شما پرویز خان منتظر دست شما در نکنه شما و شما هم که بونه همینجا دیم آقا چنگیز بله بله یادم اومد کمپیوتر این آقا چنگیز چه خبر؟ گرفتاریه دیگه حقیقتش مزاحم شدیم واسه یه امر خیر بنده خیلی خوشحال میشم که بتونم کمک بکنم عجب آدم خوبیه واقعاً تو این روزا آدمایی مثل شما کمه مخصوصا با این چهره مهربونی که شما دارید انشالله که همیشه یعنی اون سکوی ترقی رو پله پله همجوری طی کنیم بریم بالا و امیدوارم که بهبودی پیدا کنیم دیگه این دستپال گردنتون نندازیم ایشالله مخلصم این آقا صمد ما کارمنده خیلی هم محترم و جوابه حقیقتش یه مشکل مالی پیدا کرده بود گفتیم خدمت شما برسیم یه کمکی بکنیم حالا کی به شما گفتی که من میتونم به شما کمک بکنم مثل که نگرفته آقا پرویز من چنگیزم پسرعمه منوچه نمیشناسم عجب آدم دوست داشتنیه بابا گرفته نمیخواد ریاشیه عجب آدم خوبی هستی شد انشالله خدا حفظت بکنه عجب جای من آوردی چنگیز الو منوچه ببین من پیش آقا پرویزم یه لحظه گوشی خدمته بله بفرمایید خب گرفتین بله خب حالا چقدر میخواین؟
البته بیادبیه. بله. من جسارتاً 7 میلیون من احتیاج دارم. البته به زودی زود تقدیم میکنم. اون باقی چکم دارید؟ بله بله بله، من چک کارمندی دارم، من 30 سال تو اداره کار دارم. لطفاً مبلغ 7 میلیون بنویسید به تاریخ 3 ماه دیگه. بله بله، چش. بله. دقیقا درست میفرمایید. بله اتفاقی یاد بله. نمید مدونی کسی بله زمین 14 میلیونم بله. بنویسید به همون تاریخ. عجب آدم. نه خیلی ممنون، من دیگه نمیخوام چهارده، من همون 7 میلیون اگه شما بدید من شما ممنونم. سامد جون نگرفتی این 14 تومانه میخواد به خاطر اون ضمانت 7 میلیون. بله بله، بابت ضمانت به محض این که چک پاس بشه چک شما برگردونده میشه. بله سومی هم بنویس به مبلغ 490 تومن که به روز باشه. چک سومی دیگه برای چیه؟ اسکون چه کاره آسمت؟ 707 میلیون میشود به عبارتی 490 تومن. زیاد از شما نمیگیرم، خیالتون راحت باشه. خیلی ممنون مرد اصحابی، من اوالی که پول نزول کنم. صمد به جون خود، منم خبر نداشتم اصلا چجوری حساب میکنم. حالا بنویس، مگه نمیخوای مشکلت حل شه؟ با پول نزول مشکلم حل بشه؟ با پول حروم؟ رفیقتون چی میگه؟ مگه نمیدونه که کجا اومده؟ صمد جون این کارا چیه داری میکنی؟ بابا بده قال قضیه رو بکن بریم دیگه، پول بگیریم بریم. من 30 سال تو اداره کار کردم، یه عمر زندگی کردم، پول حلال بردم تو سفره تو چنه بچم، بعد الان بیام پول نزولی بگیرم که از گوش سگم هرونتره؟ محاله. من وام میگذرم، از عروجه دخترم میگذرم، ولی تم میگذرم. نامه فدایت شوم که به شما ننوشته بودم. من هم که نمیدونستم میخوام بیام اینجا، اگه میدونستم پاو میشکوندم نمیمدم اینجا. عرضشی نزول بگیرم. بله آقا، بیا این بردک کومند از بیرون. منه بندسی بیرون، جرأت داره منه بندسی. چی میگی لیوان؟ آقا دستشو بکن، آبشین سرش. آقا بنداز دست تو. چی گفت دیگه؟ آقا ناراحت شده. بذار بیرون. اصخای کن ازش. من آقا نمیخوام اصلا پول. خوشو برید کنار. ببخشید. خوشو برید بابا. پاشین گلو کن. ببرش بیرون. پاشین گلو کن کن ببینم. دستت بشکنه. اینجا دیگه چه خراب شده ای؟ منو برداشتی آوردی جنگیز. باور کن من اهل این حرفا نیستم، من فکر نمی‌کردم یارو نزول بده. من فکر کردم آدم خیریه، فکر نمی‌کردم انقدر خر باشه. گفتم یه کاری کرده باشم واسه دیگه. می‌خواستی چی کار کنی؟ تمام وقت من طلب شدی. من یه ساعت بیشتر وقت ندارم. هیچ جا دستم، می‌خوام سیروز گردنشو بشکنم. آره ببین، زنگ بزن این موبایلش رو روشن کرده بابات یا نه. سمد آقا هنوز خاموشه. خب دوباره بگیرش. سمدشو بریم. سمد کجا؟ بیا این ور. سمد چی بود؟ تو برو من برم. جرأت نمی کنم به صمد زنگ بزنم، دلم خیلی شور می زنه. اصلا نگران نباش گندم خانم، هرچی قسمت باشه. گندم جون خیالت راحت باشه. ببین سیروس رو من می شناسم، سرش بره حرفش نمیره، اگه گفته می ریزه خیالت راحت می ریزه. خدا راست میگی، خیالم راحت باشه. آره. چرا بهش دروغ میگی خواهر من؟ سیروز بدجز کی حرفش حرف بود؟ اونجوری چه نمی کنی؟ 100 تا چاقو بسازه یه دونه دستم نداره. یعنی پولو نمی ریزه به حساب؟ بابا چرا؟ بابا سیروس ممکنه یه وقت کارای عجیب غریب بکنه، ولی غیر ممکنه اگه گفته می ریزه می ریزه. راست میگی. اون چیه با خودم؟ چی؟ اون خاک بر سرم، من حواسم نگاه کن. تو که حواست اینقدر پرت بود، خوب شد ماشین لباسشویی رو با خودت بابا کار باش ببرم. من یادت نره، فقط بگو ببرم. ای اومدم. چی شد کیوان؟ سلام آقا چنگیز، احوال شما؟ سلام. چی شد؟ تونستیم پیداش کنین؟ نه بابا آب شده رفته تو زمین، هرچی میگردیم نیست. صمد و فریبرز کجا رفتن؟ اونا وسط را پیاده شدن رفتن خونه. ماما یه 10 تومن من بده، من کرایه آقا چنگیز رو حساب کنم، بعدم باهات حساب میکنم.
فلفل قبلی رو اگه حساب کردین هم حساب کنه بگیر. ببین هما جون من دیگه رفتم، قلبم داره از جا کنده. برو برو قربونت. ها خبری شد به من بگو آگندم جون. قربونت برم، به سلامت. مامان ببین بابا چه آبروریزی راه میندازه، نه پول واریز کرده نه بانک رفته. من الان از بابا چجوری تو چه فرشته خانم نگاه کنم؟ بیا بریم خونه. بابا جان چی شده؟ چی میخوای؟ مامانت کجاست؟ رفته بیرون. چی شده بابا جون؟ چیزی نشده. بیایی به سمر چی شده؟ چیزی نشد، خوب شد اومدی. میگم گندم یادته به من میگفتی که زن چوه هر چی دارم واسه هم دیگه است؟ گفتی یه چیزایی باید نگهداش برای روز مبادا. بله یادم. خب الان روز مباداست گندم، برو هر چی طلا پلا داری ورده بیار بده من، من برم بفروشم بریزم به حسابم، بعد سال دیگه برای چیزای قشنگ در میخرم، جواهر میخرم. این هم طلای 9 عیار 14 عیار اصلا. سمت جان پارسلم که همین حرفا رو زدی یادت رفت؟ همین دیگه، گفتی زن شوهر هر چی دارن مال هم دیگه است. بعد سر پیش خرید خونه گفتی امروز روز مباداست، منم رفتم همه طلا جواهرتم فروختم ریختیم به حساب خونه، بعدم گفتی سال دیگه یه بهتر قشنگترش برات میخرم. واقعا راست میگی؟ آره اینا همه شاهدن. آره دیگه آقا جون، نشون به اونشون گفتی چرا قرضون فروختی یاد اومد؟ آره آره منم یادم. من گفتم برو بفروش، تو چرا فروختی زن؟ های مرده شروع خونه رو ببره که این جارو برقی افتاده به جون داره نداره. بابا جان ببخشید من اینطوری حرف میزنم و، اما یعنی شما بعد از 30 سال کار نتونستی 7 میلیون پس انداز کنی؟ ای زشته، بعد یه چه حرفی میزنی؟ بگیش بگرده دخترمون راست میگه زن، من 30 سال جون کندم، با 1000 جور آدم من سر کله زدم، از بهترین سالای عمرم رو گذاشتم، ولی حالا چی؟ همه اون چیزایی که دارم یه ساختمون نیمه کار است که اونم معلوم نیست خونه بشه نشه. برو یه لیوان آبگوره بردار بیا برای بابات، میبینی که فشارش رفته بالا، رنگ لبو شده. لالشم من ببخشید، من اصلا راضی نیستم شما با خودت اینطوری بکنی. شما اون وامو فراموش کن، منم زنگ میزنم عروسی رو عقب میندازم. خوبه دیگه، همه دختر شوهر میده، خونه میخرن، جهیزیه درست میکنن، ولی شادن، جشن میگیرن، ولی ما رو نگاه کن به عزا نشستیم. ول کن دیگه من. آ چرا نمیفهمی زن کمکم کن؟ فریبه سو یه چیزی بگو بابا، من دارم میگم بعد امروز فرصت دارم، وگرنه وام از دستم میره. آقا جون به نظر من شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا برگردیم پیش نزول خوره که بر نمیگردین، یا اینکه دل از ماشینتون بکنین بفروشین یکی دو تومن هم این اون دستی میگیریم میذارینش میشه 7 تومن و تو جور میشه دیگه. بعد میگم راست میگه. فرموز ماشینمون رو چند میخرن؟ آگاهی کنی حداقل 4-5 تومن پول میده. نمیشه آقا جون، مگه فروختن ماشین به این راحتی هست؟ تا مشتری پیدا شه بپسنده بخره. سیروس چند وقت پیش منو دید؟ سیروس؟ آره آره، نه یوسف، گفتش که من هر موقع خواستی ماشین بفروشی من خریدارم، من رفتم. کاغذ سفارم با بیام. تو نمیخواد بیای، من رفتم. ای بابا بیا برو، یوسف اصلا رانندگی بلدی. سلام. سلام. چیه با کی کار داری؟ من شرکت فراتم گستران. ای خراب شد این فراتم گستران. فریباز آقا جون دو دقیقه صبر کن، من الان میام دیگه بابا، کتمو بپوشم. لازم نکرده، تو به مشتریت برس. بابا مشتری خره کی بود تو رخ اومدم؟ ببخشید آقای سیفی شما هست؟ نخه. شما؟ من همتی هستم، با مدیر شرکت فراتم گستران کار داشتم. خواهش میکنم بفرمایید، من قیصری هستم، مهندس قیصری، البته مدیر عامل شرکت. بله. خیلی خوش آمدید. من قبلا با آقای سیفی تلفنی صحبت کرده بودم. بله بله، خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید اینجا واقعا شرکته؟ بله اینجا شرکته. ایشون اگر میگین که ایشون یکی از کارمندای شرکت هستن، یه ماموریت خیلی فورس ماژور پیش اومد. بله. داشتم میرفتم ماموریت، منم می‌خواستم دنبالشون برم که ترجیح دادم من تو شرکت بمونم. خواهش می‌کنم بفرمایید. گویا پدرتون بودن صداشون کردید بابا.
نه، ایشون چون یکی از کارمندهای خیلی قدیمی خوب شرکت هستن، خیلی هم زحمت کشن، حق پدری و گردن ما دارن، به خاطر همین ما بابا صداش میاد. بفرمایید. یا الله. خوش اومدید. ببخشید فعلا ما داریم تغییر دکوراسیون کلی میدیم دیگه مقدار. خانم همتی هستن، از اومدن از شرکت بازدید کنن، اجناس رو ببینن. ایشون هم ملوک خانم هستن، سرپرست قسمت بسته‌بندی شرکت، از کارگران بسیار زحمتکش، توانا، نیرومند که حق مادری به گردن ما دارن. سلام کن ملوک خانم. همینطور سلام. آقای مهندس شما تشریف داشته باشین، من براتون چای بیارم. عذر میخوام، شما چای یا نسکافه؟ آب میوه لطفاً. آب میوه لطفاً. بفرمایید داخل خانم همتی. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. فرشته، حالا اگه گذاشتم من درس بخونم. بله ماما. بیا مادر، دو تا لیوان آب میوه بردار بر پایین، فریبرز مهمون داره، مشتری داره، مشتریش هم یه خانم تنها نباشن بهتر. ماما بیش... من درس دارم، باید تست بزنم. مادر جان شما بردار ببر دو تا لیوان آب میوه. من؟ پن نپم، من. باشه. آقا یوسف جلو چه شده مربا اونها ها؟ بده من این مربا رو بابا، بده من. بگیر آقا، 2500 میشه. بده من 2500. خدا حافظ آقا، بفرمایید. گفتی 4 دنده است؟ بابا 5 دنده است، 10 بار پرسیدی یوسف جان. گفتی چه قیمتشه؟ ببین 7 میلیون من احتیاج دارم. اگه این 7 میلیون رو من بدی، منم ماشین میذارم پیشه، هر موقع خواستیم میریم با هم دیگه سر قیمت به توافق میزیم. کمی زیادش هم درست میکنیم. خوبه یوسف جان؟ گفتی 4 دنده؟ 5 دنده بابا، 5 دنده، 10 بار گفتم بهت. دنده 5 کجا میخوره؟ بغل 4 میخوره. ببین این جوریه یوسف جان، دنده 1 2 3 جا... نه خلاص، این خلاص، این 1 این 2 3 4 میه خلاص. استارتش هم که خرابه بابا، اون 20 تومن فقط خرجشه یوسف جان، اونو من درست میکنم. حالا داری یا نه؟ من دیرم شدش یوسف جان. دارم. چی فکر کردی؟ یه چکی 2 میلیون تومانی میدم برای فردا، بقیشم سند زدی. بابا فردا دیره، تو که منو میشناسی، من الان 7 میلیون میخوام. الان که ندارم، شب بعد برم از برادرم قرض بگیرم. بس مرض داشتی بهم گفتی هر وقت خواستی ماشین بفروشی بهم بگو، اینجوری میخواستی بخری یوسف؟ گفتم ولی نگفتم که 1 ساعت پولش میکنم، کار 1 قرون 2000 نیست، شب بعد برم بگم بده یا نده. راستی 4 دنده است؟ الو. الو محبوبی، خودتی؟ سلام، کجای قیصری؟ ببین پول جور نشد، یعنی الان هم اگه جور بشه بانک ها تعطیل شدن. ببین اگه بخوایم من 20 دقیقه نیم ساعت دیگه برات میمونم. بمونم؟ آقا وقتی نمیتونم جور کنم موندن چه فایده داره محبوبی جون؟ ببین خود که میدونی من ندارم، وگرنه کارت رو را مینداختم. برو به زندگیت برس. خیلی ممنون، دست درد نکنه. گفتی چند دنده است؟ همینو میگم، 5 دنده. میخوای ماشین تو بده من یه دور بزنم ببینم دندش بلدم بلد نیستم؟ اگه بلد باشم حتما ازت میخرم. اصلا نمیفروشم یوسف جون، برو به کارت برس. برو بابا دیوونه ای تو. برو، 2 ساعته با دیوار دارم صحبت میکنم. ای خدا ازت نگذاری سیروز خیر نبینی. چاره شده چی کار کنم؟